خب حالا اولین چیزی که نیاز داریم ما بتونیم یه دونه endpoint بنویسیم برای اپمون چیه؟ قاعدتا دو تا چیز خیلی آسونه. یا احتمالا میخوایم یه سری دیتا بفرستیم، در نتیجه ما میایم این get رو تبدیل به پستش میکنیم و خب یه آدرسی هم داره این، الزاما همه چی به اون روت نمیخوایم بفرستیم. میایم اونو فرضاً میخوایم یه یوزر رجیستریشن بنویسیم، آدرس رو میذاریم رجیستر. درسته؟ تا اینجا خیلی ساده، بدون اینکه دانش دیگه‌ای داشته باشیم میتونیم اونو حذف بزنیم. قاعدتا اون پست رو میتونیم پچ، پوت، دیلیت، هر چیزی، آپشنز، هر چیز دیگه‌ای هم بذاریم. خب حالا الان به چی نیاز داریم؟ به این نیاز داریم که ما یه سری پارامتر بتونیم به این به عنوان ورودی بدیم و خروجی که ازش میگیریم، خب دوست داریم خروجی جیسون باشه قاعدتا. میایم یک فیچری از کیتور رو با اسم کانتنت نگوشییشن اینستال میکنیم. کلا توی kator.io که برید یه لیست فیچر داره، یکیش کانتنت نگوشییشنه، هر کدوم هم بخواید استفاده کنید هیچ کاری نداره، اینستال اون فیچره. کانتنت نگوشییشن چیه؟ کانتنت نگوشییشن همون یه کانتنت تایپ و اکسپت اپلیکیشن جیسون میذاشتیم وقتی میفرستادیم به سرور، توی این اون کارا رو انجام میده. یعنی مثلا اگه بهش بگید accept XML، میاد اینجا دنبال یه دونه XML این سریالایزر دیسریالایزر میگرد، اینجوری بهش بگیم. حالا الان ما توی فرانت اندمون میخوایم جیسون بگیریم، کانتنت تایپ و اکسپتمون رو بذاشیم اپلیکیشن جیسون. اینجا هم مثلا من دوست داشتم، چون عادتم بوده توی اندروید از جیسون استفاده میکردم، اینجا من اومدم از جیسون استفاده کردم برای سریالیزیشن. حالا شما با هر چیزی که راحت هستی ساپورت میکنه، یعنی ماشی و جکسون رو میتونم ساپورت میکنه. حالا بقیه رو مطمئن نیستم اگر چیز دیگه استفاده میشه. فکر میکنم عموماً همین سه تاست. خب بعد میتونم بیام همونی که گفتیم دیتا کلاس های اندرویدمون رو میتونیم کپی کنیم اینجا. اونجا فرض کنید من یه دیتا کلاس داشتم به اسم پست یوزر که مثلا دیتای یوزرمو میذاشتم تو این با جیسون، با جکسون، با ماشی به قولی دیکشنریش میکردم، جیسانش میکردم، میفرستادم به سرور، همونو میام کپی میکنم اینجا. و خب ریسپانس هم مثلا من فرض کردم، حالا فرضاً الان مرحله دیولوپمنت این دیگه، فرض کردم کلن یه دونه جیسانیه که یه دونه مسیج داره توش، میخوام اینو پس بگیرم، یه استرینگ برمیگردونم. خب برای اینکه بتونم پارامترهایی که توی بادی پستم فرستادم بگیرم رو از این call.receive استفاده میکنم. همون آبجکت کالمون کلاً گفتیم هر چی توی ریکوست هست از این میتونیم بگیریم. مثلا وقتی من میگم call.receive post user، میره با توجه به content negotiationمون deserializer رو انتخاب میکنه، تبدیلش میکنه به این، ببخشید، اینجا بودم، تبدیلش میکنه به این کلاس post user، اون رو برام میسازه. و خب از اون بر وقتی بهش میگم call.response، دفعه قبلی میمیشتم response text، بهش میگم call.response، از این کلاس response هم بهش میدم یه دونه، مثلا میگم دارم SMS میفرستم به اون فون نامبری که به هم دادی. پس این دوتا و هر چیزی که کلا مثلا query param خواستیم بگیریم call.parameters، اگه خواستیم فایلایی که توی پست فرستاده شده بگیریم call.multipart. خب کلا همه چی رو با این کال منیج میکنیم. خب مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی احتمالا اینه که من یه ریپوزیتوری داشته باشم، این یوزر رو میخوام توش سیف کنم، درسته؟ یه فرض کنیم یه یوزر ریپوزیتوری ساختم، تو اون یوزرم رو سیف میکنم، این آبجکت پست یوزرم رو تبدیل میکنم با آبجکت یوزری که مثلا توی ریپوزیتوری قرار استفاده کنم. خب این هم به صورت حالا یه آبجکتی بیرون این ماژول هم ساختم، میتونم بیام بالای همین روتینگ هم بذارمش، خیلی فرق نداره. بعد از این من چی نیاز دارم؟ نیاز دارم که به اون شماره که به هم داده واقعا یه اسمس بفرستم. فرض کنید من یه کلاس اسمس سرویسی هم واسه خودم تعریف کردم، یه سرویس که بهش یه فون نامبر میدم، میگم اسمس بفرست، یا این میتونه بفرسته یا ایرور میده، میگه مثلا شماره که به هم دادی ولید نیست، اون GSM مودم در دسترس نیست، یا اون API که میخوام بهش بگم SMS رو بفرست مثلا در دسترس نیست، بهم یه بولین جواب میده.
من بر اساس اینکه این بولین چیه به یوزر یا میگم که فرستادم اس ام اس رو یا میگم که خطا خوردم زمان فرستادن اس ام اس. خب مرحله بعدی قاعدتاً چیه؟ اینکه من بیام یوزرم رو وریفای کنم. خب میام عین همون رجیستری که داشتم یه وریفای دیگه درست میکنم توی روتینگم. این دفعه مثلا یه کلاس پست وریفیکیشنی میگیرم که کد رو ازش میگیرم، فون نامبرم ازش میگیرم، دوباره به اون اس ام اس سرویس هم که احتمالاً اون یه دیتابیسی داشته میگم که وریفای کن، مثلا وریفای کن که آیا این فون نامبر این کد براش فرستاده شده یا نه. اون به هم یا میگه که وریفای نشد، بهش میگم وریفیکیشن کدت غلطه، یا به هم اوکی رو میده. تو جواب اومدم توی همون یوزر ریپوزیتوری اول یوزر رو پیدا کردم، بعد حالا این حالتی که یوزر پیدا شده دیگه، درست میگم؟ توی حالتی که یوزر غلط بود اصلا، یعنی هیچ یوزری با این فون نامبر ذخیره نشده بود، من که بهش گفتم که یوزر پیدا نشد، تو حالتی که یوزر پیدا شد من یوزر رو وریفایدش رو میکنم ترو، دوباره سیوش میکنم توی ریپوزیتوری. خیلی ساده میتونم این تیکه رجسترینگ و وریفیکیشن رو انجام بدم. حالا بریم اون بخش ریپوزیتوری رو یه نگاه بکنیم. من عذر میخوام اینو کوچیک گذاشتم، احتمالاً عکسی که میاد روش بزرگه، یادم رفته اینو کوچیک کنم. من یه اینترفیسی ساختم به عنوان ریپوزیتوری، یه سری تابع داره، مثلا فایند آل داره، بهش میگم مثلا اگه تایپ یوزر بهش میگم همه یوزرام رو هم بده، یا یه آیدی بهش میدم اون یوزر رو میگیرم، بهش میگم یه آیدی میدم میگم یوزر هست یا نه بهم بگو، این یوزر رو سیف کن، یا آیدی بهش میدم. این ریپوزیتوری مثلا به قول متداول اینجوری توی بک اند ساخته میشن به صورت یه اینترفیسه. کاونت بهش بدم، احتمالاً بهش میگم که مثلا کل یوزرایی که داری چنده. حالا ممکنه یه سری چیزای دیگه بخوام که توی هر ریپوزیتوری خاص معنی داره. مثلا توی فرضاً یوزر ریپوزیتوری بگم کاونت یوزرای وریفایدمو بده. اینو میتونم توی این اینترفیس اصلی نذارم، برم توی ایمپلیمنتیشن خود یوزر ریپوزیتوریم بذارم. حالا مثلا من یه همچین ریپوزیتوری ساختم، فکر کنید اینو میام الان توی یه کلاسی استفاده میکنم، این تایپ تی هم میذارم یوزر. خب حالا چون من نمیخوام خیلی وارد این بشم که مثلا برای بکند از چی استفاده میخوایم بکنیم، خود کیتور رو میخوام بگم خیلی وقت اینجا نیست، اومدم فرض کردم که من اینو توی مموری دارم ذخیره میکنم، یه دونه لیست سینکرونایزد اپ یوزرز دارم. حالا عباس و محسن هم به صورت پیش فرض اینجا هستن، شما راهش هم نمیتونید ببینید. این هم ابجکت یوزرمه که یه دونه نیم داره، یه فون نامبر و یه آیدی که با کمک، حالا چون اول سوال پرسیدن گفتن بعضی از دوستان کاتلین تجربهشو نداشتن، این کامپنین ابجکتی که می نویسیم توش همون چیزایی رو میذاریم که تو جاوا استاتیکا رو میذاریم. یعنی مثلا اگر من یه لست آیدی دارم توی این کامپنین ابجکتم، این لست آیدی مال کلاس یوزر، مال ابجکت یوزری که ساخته شده نیست. من یه آیدی رو مثلا با این اومدم ساختم، ایجاد کردم، لیستم رو اینجا نگم دارم. خب توی هر کدوم اینا، حالا من اینا رو به قولی کلپسشون کردم به خاطر اینکه خیلی جا نگیرم، ولی خب خیلی چیز عجیب غریبی نیست. مثلا توی فایند آل میام کل لیست رو ریترن میکنم، توی سیو میام به لیست اد میکنم، توی دیلیت از لیست یه دونه حذف میکنم. فرضاً یه دونه هم ساختم برای خودم، فایند بای فون نامبر که اون ور دیدیم توی وریفیکیشن ازش استفاده کردم، که میگم به این اپ یوزرز میگم اونی رو بده بهم که فون نامبرش همینه که بهت دادم. خب تا اینجا تقریبا میشه گفت من به جز یه مورد کوچیک خیلی دستکاری نکردم فریمورک کیتور رو اذیتش نکردم. چرا؟ چون من کاری که دارم انجام میدم این مموریه، در نتیجه به پرفورمنسش آسیب نمیزنم، سریع داره انگار دیتابیس هم رو مموریه و سریع داره جوابشو میده، به جز یه جای کوچیک که حالا احتمالا میدونید کجاست. یه نفر بگه به جز این سینکرونایزدم دیگه، چون لیستم سینکرونایزده، تنها جایی که ممکنه حالا مهم هم نیست خیلی، ولی یک کوچولو به پرفورمنس هم آسیب بزنه، سینکرونایز بودن لیسته که ممکنه یک لحظه بخواد کیتور رو بلاک کنه.
ولی تقریبا همون آسینکرونوس بودن رو دارن. اما فرض کنید که من بیام مثلا بیام فرضاً اکسپوز یه چیزی هستش که باش میشه به دیتابیس وصل شد با جی دی بی سی، اون هم آفیشیالی ساپورت شده با جت برینه، و مثلا فرضاً یه دیتابیسی که آسون بشه استفاده کرد اگه خواستید تو پروژهتون استفاده کنید H2ه، اونم کاملا جی وی ام جاوایی هستش. من بیام اینو تغییر بدم، کل فانکشنامو یه ساسپند بذارم اولش. ساسپند یعنی چی؟ یعنی توی یه کوروتین کانتکستیه، توی یه کل اون گت پست همه چیزایی که توی کریتور دیدیم کوروتین بودن، توی کوروتین کانتکست بودن. من میخوام این تابه هم ببرم اونجا، نمیخوام بلاک کنم. فرض کنید من بیام همه اینا رو ساسپند بذارم اولش. خب اتفاقی که میفته چیه؟ بعد من بیام توی ایمپلیمنتیشنم باید چیکار کنم اینجا؟ فرض کنید اینجا دیگه این اپ یوزره یه دی بی کانکشن باشه، یه چیزی توی مموری نباشه، مجبورم اینو توی یه دونه بلاک ایسینک بذارم. خب الان این کاری که کردم باعث میشه که دیگه وقتی که میرسه به اینجا، چون از کوروتین استفاده کردم، چون این توی بلاک ایسینگه، وقتی میرسه به این اویت کریتور بره سراغ بقیه کاراش، ترد رو منتظر نذاره تا جواب بده. مثلا توی فریمورک های معروف نمیدونم پایتونی استفاده کردی، جاوایی، جنگو، اسپرینگ، تو همهشون اینجوریه که نمیتونیم این کارو انجام بدیم. در نتیجه میایم چیکار میکنیم؟ میایم 10 تا پروسس ازش میاریم بالا، مثلا 20 تا، 10 تا، 5 تا پروسس بکند رو میاریم بالا، اون ور یه لود بالانسر میذاریم یا به انجینکس میگیم به همه اینا بزن، کلی کثیف کاری میکنیم صرفا بتونیم، برای اینکه بتونیم چند تا ریکوست رو همزمان جواب بدیم. تایش هم مثلا اگه 4 تا اینستانس ازش آوردیم بالا میتونیم 4 تا همزمان جواب بدیم، یا حالا فرضاً بیایم مالتی تردش کنیم که اونم اوورهد زیادی داره، میتونیم یه حدی اینو افزایشش بدیم. ولی خب هیچ وقت نمیتونیم به پرفورمنس ایدئالی برسیم، یعنی همیشه مجبوریم یه جای دیگه یه کاری انجام بدیم که بتونیم اینا جواب بدیم. خب این خیلی آسونه، یعنی من با همین یه دونه اینستانس کیتورم میتونم خیلی بهتر از فرضاً یه دونه جنگو یا یه دونه اسپرینگی که 5 تا 10 تا اینستنس ازش بالاست ریکوست ساده جواب بدم، به دیتابیس هم وصلشم. یعنی الان دیگه به قولی باتلنک من مثلا میشه سرعت دیتابیسم، دیگه سرعت بکندم نیست، نیاز نیست لود بالانسینگ های عجیب غریب انجام بدم، اینستنس های زیادی ازش بیارم بالا. حالا از اینجا بگذریم برگردیم سر کدمون. من اینا رو کلاپس کردم، گفتیم که ما نوشتیم install content negotiation، یه فیچر نصب کردیم توش نوشته بودیم جیسون، حالا یه رجیستر رو وریفایمون هم تاباش رو ساخته بودیم. حالا فرض کنید که من بخوام اینا رو ببرم همه رو توی یه دونه یه ادرسی که اولش یوزرزه، نمیخوام مستقیم به سرورم اسلش مثلا register request بزنم، یا حالت این بود که برای پسته بنویسم slash users slash register، برای دومی بنویسم slash users slash verify. خب یه تابه یه دونه root گذاشته اینجا داخل routing، ما میتونیم استفاده کنیم کریتور که مثلا میتونیم همه اینا رو ببریم زیر اون users. میبینید کاملا ظاهره بکندی که نوشتم همون دیکلراتیو بودن یه جورایی داره، اون کاتلین و من اون حسی که از کدای دیکلراتیو کاتلین میگیرم و اینجا هم دارم میگیرم. خب من میام یه روت تعریف میکنم یوزرز، همین رو میبرم داخل اون. حالا فرض کنید من میخوام برای یه ادمین ایجاد کنم، درسته؟ میام دوباره یک گت دیگه میذارم، میگم توی گت یوزرز. خب توی یوزرز همون اصلیه، یعنی هر کس یوزرز اسلش هیچی رو صدا کرد، من میام یه به کال بهش میگم یه HTML بهش برگردون. HTML چیه؟ یه بادی داره، یه هدری داره، یه لیستی داره که تو هر کدومش اون یوزرمو از یوزر ریپوزیتوری دارم فایندالش رو صدا میکنم، میگیرم پرینت میکنم، یعنی به صورت یه الای نشون میدم، درسته؟ خیلی ساده، یعنی کل HTML هم به صورت جاوا همینجا نوشتم. خب قاعدتا واسه HTML های بزرگ این کار کثیفی است، میریم سراغ همون فریم مارکر، میریم سراغ ولاسیتی، ولی خب مثلا یه چیزی ساده رو میتونم با این نشون بدم. علاوه بر HTML میشه CSS و JS هم باهاش سرو کرد.
حالا مرحله بعدی چیه؟ الان یه مشکل اساسی داره این API من. هر کسی بیاد میتونه صداش کنه، لیست یوزرهای منو بگیره ببینه، درسته؟ خب چی نیاز دارم؟ یه آتنتیکیشن نیاز دارم که بگم آقا هر کسی اومد این مثلا اولی رو بهش جواب نده. گفتیم چیکار میکنیم؟ هر چیزی میخوایم اضافه کنیم به کیتور، اینستالش میکنیم. خیلی هم نیاز نیستش که بریم داکیومنتیشن رو بخونیم. حالا فرض کنید یه نفر اومده صدا زده، لیست یوزرها رو گرفته، من میخوام اینو نتونه هر کسی ببینه، میرم همینجوری اون بالا مینویسم اینستال آتنتیکیشن. خب بعد میام داخلش متد آتنتیکیشن رو مینویسم، از بیسیک، از توکن آتنتیکیشن، اواس، مدل های مختلف آتنتیکیشن رو پشتیبانی میکنه. مثلا با گوگل هم میتونید آتنتیکیت کنید توی کیتور. خب من مثلا میام یه آتنتیکیشنی ایجاد میکنم، مدل بیسیک. بیسیک چی بود؟ همون یوزر پسوردیه بود. میام یه اسم براش میذارم، میتونم اسم نذارم، ولی من میخوام چند مدل آتنتیکیشن داشته باشم توی بکندم، یکی واسه ادمین، یکی واسه یوزر عادی، مثلا یکیش فرضاً بیسیکه، یکیش یه مدل دیگه ایه، مثلا کلاینت اندروید هم نمیخواد با یوزر پس آتنتیکیت کنه. در نتیجه بهش اسم میدم، بعدن از این اسمه چیه؟ اینجا نوشتم ادمین. از این اسمه استفاده میکنم که بگم چه کدوم آتنتیکیشن رو میخوام روی این فانکشن اعمال کنم. آتنتیکیشن رو تعریف کردم، به صورت هارد کدد گفتم اگر یوزر رو زده بود ادمین، پسورد رو زده بود 1234 آتنتیکیتش کن، وگرنه نال ریترن کن. یه اینترفیس مثل اون اینترفیس های خالی جاوا، مثل سریالیزیبل، کاملا خالی هم داره که به پرینسیپاله، فقط برای آتنتیکیشن باید چیزی که برمیگردونید از جنس پرینسیپال باشه. یه ادمین پرینسیپال که اینجا خودم تعریف کردم، یه نیم داره، نیمش هم اینجا گذاشتم ادمین، ریترن میکنم. اگر این نال ریترن کنه، کیتور میفهمه که یوزر آتنتیکیت نشد، بهش نشون نمیده، آناتورایز میده. اگر آتنتیکیت شده بود، اون ادمین پرینسیپالمو به هم توی مثلا این گت هم ادمین پرینسیپالمو به هم میده، میدونم این چه یوزریه. خب چه جوری؟ من میام مینویسم که آتنتیکیت ادمین، کجا؟ این بالای این گت هم، این قبلا کنار اینا بود، الان اینو صرفا رپ کردم توی فانکشن آتنتیکیت، بهش میگم کسی که میخواد به این لایه دسترسی داشته باشه باید آتنتیکیت شده باشه به عنوان یه ادمین، اون آتنتیکیشنی که نیمش ادمین بود. و خب وقتی اینو من صدا بزنم چی میبینم؟ اینو میبینم. قاعدتا کسی که نمیخوام دسترسی داشته باشه به دیتای فرزن یوزرهای من تو این حالت دسترسی نداره. خب برگردیم سر کد. حالا من میخوام یه آتنتیکیشنی هم برای یوزرام داشته باشم. میخوام مثلا کلاینتای اندرویدمو با JWT آتنتیکیت کنم. احتمالا همه تون باش کار کردید دیگه، همون توکن آتنتیکیشن، یه هدر آتوریزیشن میذاریم، بیرر فاصله فلان یا توکن فاصله فلان، همون JWT آتنتیکیشن، همون جاوا وب توکن. حالا این هم دوتا متد داره، خیلی من نمیخوام واردش بشم، JWT و JWK. مثلا من اومدم از JWK پرووایدر استفاده کردم که بر حسب همون هدرهای هاست و دامین، هاست و آتوریزیشن میاد یوزر رو آتنتیکیت میکنه. تمومه. خب 5 دقیقه. حالا فرض کنید من میخوام سابسکریپشن اضافه کنم به بکندم. نه 5 دقیقه تموم میکنه. خب کاری که میکنم چیه؟ فرضاً من میخوام که یه سری اند پوینت اضافه کنم، من بتونم به عنوان ادمین سابسکریپشنامو ببینم، فرضاً یکیشو مثلا آپدیت کنم، یک دونه‌شو با یه آیدی ببینم یا دیلیت کنم. میام همین فانکشنامو اینجا میسازم، توی روت هامو میسازم، رپشون میکنم تو آتنتیکیشن ادمین. اینجا یک مشکل داره، دوتا سابسکریپشن گذاشتم. بعد میام سابسکریپشن ریپوزیتوریمو مثل همون یوزر ریپوزیتوریم به یه حالتی ایمپلیمنت میکنم، میسازم دیگه. چون که من دارم از کوریتون استفاده میکنم، توی این مرحله کد برام فرقی نمیکنه، یعنی نمیام اینجا مثلا بگیرمش ویت کنم براش اون کارهایی که مثلا ممکن توی فریم ورک های دیگه انجام بدیم، همینجوری کدمو میزنم، خیلی راحت میرم جلو.
همون گفتم که پارامترهای مثلا URL پارام یا همون کوئری پارام هم میتونید با پارامترز بگیرید، چون مثلا میگید اگه پسی دارم که یه ID رو به هم داده، این پارامتر ID رو به هم بده و یوزری که با اون ID اومده رو من میگیرم. حالا همینو میتونم برای سابسکریپشن یوزر هم به حالتی بزنم که یوزر خودش بیا سابسکرایب بکنه. این قاعدتا اتنتیکیشن یوزر رو میخواد، نه اتنتیکیشن ادمین. صرفا به خاطر همین جدا آوردمش. آخرین چیزی هم که گفتیم میخوایم توضیح بدیم چجوری استفاده میشه، چته. من میخوام یه چت اضافه کنم توی بکندم. خب میخوام چیکار میکنم؟ قبلا یه روت اضافه میکردم اونجا، الان یه وب سوکت اضافه میکنم، یه دونه ادرس بهش میدم /chat. میخوام وب سوکتم رو تا ابد نگه دارم، اونجا یه وایل تو رو میذارم، وقتی که این وب سوکت بسته شه یعنی برسیم به اون خط آخر، آخر بلاک وب سوکت، اتوماتیک بکن وب سوکت رو میبنده. کیتور من چون نمیخوام فرضاً تا هیچ وقت بسته بشه مگر اینکه یه اکسپشنی بخوره از اون ور بسته بشه سوکتم، یه وایل تو رو میذارم، توی هر دفعه تلاش میکنم یه فریم بگیرم، اگر فریم رو گرفتم فرضاً اینو دوباره الان دارم به خود یوزر پس میدم. برای اینکه بتونم این چت رو بین چندین تا یوزر بیام پیاده سازی کنم، میام دوباره یه دونه از همون سینکرونایز لیستا یا سینکرونایز ستا میذارم، یه دونه وب سوکت سشن، دیفالت وب سوکت سشن میسازم. این مثل همون سشن، مثل همون به قولی آبجکت ورودی هایی که ما داریم توی ریکوستامون، فرضاً توی پست مثلا هدرها رو داریم، چون ممکنه بخوایم از این بعداً استفاده کنیم، فرضاً همون اولش نمیخوایم اینو بگیریم نگه داریم، ممکنه بخوایم بعداً استفاده کنیم، بعداً که یعنی لحظه هندشیکینگ و وضع شدن وب سوکت، نه توی مراحل بعدی من میام کلا این سشن ها رو نگه میدارم، من میخوام چیکار کنم، بعداً میخوام به اینا ریسپانس بدم. توی خط اول میام اون وب سوکت جدیدی که اضافه شده که توی این بلاک به اسم WS Connections نوشتم این بالا، دیس یعنی همون سشنی که دارم رو بهش اد میکنم، توی هر فریم دارم نگاه میکنم، اگر کسی چیزی، اگر این یوزر به هم چیزی گفته بود پروپاگیتش میکنم به همه یوزرها، یعنی به ازای هر کانکشنی که توی این WS Connection دارم، دارم این چت رو به اونا هم منتقل میکنم. این هم آخرین مرحله بود که حالا ایمپلیمنتیشنش رو با هم دیدیم. من متاسفانه این کد آخری رو میخواستم بذارم روی گیت هاب، چون دستکاریش کردم این اسکرین شات ها رو بگیرم یه کوچولو زمان کم بود، مشکل داشت، ولی من میذارمش و میدم لینک گیت هاب رو که دوستان بذارن توی اون پستی که در مورد ارائه ها آماده میکنن، از اونجا بتونید استفاده کنید اگه علاقه داشتید. دو تا مشکل بزرگ داره کیتور که کامیونیتیش هنوز کوچیکه، گفتم نسبت به بعضی فریمورک های مثل HTTP/4 که بزرگتره، ولی خب نسبت به فریمورک هایی که خیلی استفاده میشه کامیونیتی خیلی کوچیکی داره، حتی کلمه کیتور توی استک اوورفلو ترندز نیست و سرچ پاپولاریتیش هم تو گوگل مثلا نسبت به فریمورک هایی مثل فلسک حتی جنگو اینا در نظر بگیرید کمتره. که اگر این مشکل حل بشه، که همه جا مشکل کامیونیتیه متاسفانه، اگر این مشکل حل بشه میشه به عنوان فریمورکی که واقعا باش بکند های استیبل دیولوب کرد بشه روش حساب کرد، و امیدوارم لذت برده باشید، براتون مفید باشه. این در نهایت کیتور بهتون یه فایل جاوا میده دیگه، اون فایل جاوا، اون فایل جر فایل رو میتونید ران کنید و حالا با همون ریورس پروکسی که اون بردارید، مثلا انجینکس، آپاچی، هر چیزی که هست میتونید وصلش کنید به این پورتش، هم میتونید توی همون کامند جاوایی که رانش میکنید تعیین کنید داش پی.